خداوند ممنون برای هر آنچه که تا به حال در زندگی من انجام داد. خداوندی که زندگی من را عوض کرده. امید لنگری محکم و ایمن برای جان ماست. خدا هم نور است هم حیات است. سلام دوستان، من نادره هستم همراه با تیم خانه امید. امروز با شما و در خانه های شما هستیم. دوستان، به نظر شما رفاقت یعنی چی؟ آیا رفاقت همون معنای دوستی رو میده یا یه معنای خیلی متفاوت از دوستی و فراتر از دوستیه؟ پس برای جواب این سوال در ادامه برنامه با ما همراه باشید. باور کن و دستاتو تو دستاش بذاری، با فقط باور کن و با هر نفس فریاد بزنی سا، فقط باور کن و در موج و طوفان را آغوش کن، فقط باور کن و گذشته خود را فراموش کن، فقط باور کن و دستاتو تو دستاش بذاریم با، فقط باور کنم با هر نفس فریاد بزنی سا، فقط باور کنم در موج و طوفان را آغوش کن، فقط باور کنم گذشته خود را فراموش کن، فقط باور کنین تنها حقیقت رو، خدا آمد زمین تنها برای تو، فقط باور کن و خود را به او بسپار که او کنار توست حتی همین الان، که او کنار توست حتی همین الان. فقط باور کن و رهاشو از این بار، فقط باور کن و آزادشو از تکرار، فقط باور کن و خدای آزادیست، فقط باور بکن جزو پناهی نیست، فقط باور کنین تنها حقیقت رو، خدا آمد زمین تنها برای تو، فقط باور کن و خود رو به او بسپار که او کنار توست حتی همین الان، که او کنار توست حتی همین الان، که او کنار توست حتی همین الان، که او کنار توست حتی همین الان. Thank you.
با عرض سلام، من هم خیلی خوشحال هستم که از طریق تلویزیون محبت و سری برنامه‌های خانه امید مهمان خانه‌های پرمهر شما هستیم. دوستان، در این برنامه می‌خوایم با هم اهمیت مشارکت رو در زندگی مسیحی بررسی کنیم. مدتی پیش کتابی رو می‌خوندم که نویسنده این کتاب برای زندگی مسیحی 4 پایه متصور شده بود و این 4 پایه کلام خدا، دعا، مشارکت و بشارت هستش. اما امروز به طور خاص می‌خوایم در مورد یکی از این پایه‌ها با هم صحبت کنیم و اون پایه مشارکت هست. هر کدوم از این پایه‌ها ضعیف و یا کوتاه باشن، زندگی مسیحی ما یک پاش به قول معروف میلنگه. رساله عبرانیان باب 10:24 اینطور می‌فرماید: در فکر آن باشیم که چگونه می‌توانیم یکدیگر را با محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنان که بعضی را عادت شده است. نویسنده رساله عبرانیان به ما این در واقع نصیحت رو میکنه که در فکر این باشیم که چگونه میتونیم یکدیگر رو به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم، یعنی همدیگر رو برای این تشویق بکنیم به محبت و انجام اعمال نیکو، و کنار این ادامه میده که از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنان که بعضی را عادت شده است. در اون زمان این عادت شده بود و میتونه که این توی عصر ما، میتونه در زندگی مسیحی ما هم این برای ما عادت بشه و کلام خدا به ما توصیه میکنه که باید مواظب باشیم که این برای ما عادت نشه. و عیسی مسیح در انجیل متا باب 24، اونجایی که نشانه های ایام آخر رو به شاگردان یادآوری میکنه، در کنار خبر جنگ ها، قحطی ها، زلزله ها و جفاها میفرماید: در نتیجه افزونی شرارت، محبت بسیاری به سردی خواهد گرایید. در این روزها که ما شاهد پررنگتر شدن همه این نشانه ها هستیم، ممکنه نمیتونیم جلوی جنگ، قحطی، زلزله و یا جفا رو بگیریم، اما میتونیم جزو کسانی نباشیم که محبت اونها به سردی میگراید. خب این کاملا روشنه که محبت زمانی میتونه عملی بشه که یک محیطی برای ابراز داشته باشه و این محیط عالی مشارکت کلیسایی هستش، جایی که ایمانداران با همدیگه جمع میشن. عیسی مسیح فرمود وقتی 2 یا 3 نفر با همدیگه جمع میشن به نام من در میان اونها حاضر هستم. یوحنا، یکی از نزدیکترین رسولان عیسی مسیح، در نامه اول خودش به کلیسا اینطور می نویسه و این مشارکت رو به نام رفاقت معرفی می کنه. می نویسه که آنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشمان خود دیده ایم، آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم، یعنی کلام حیات، آن را به شما اعلان میکنیم. یوحنا خیلی زیبا اینجا مشارکت خودش رو، اون دوستی و رفاقت خودش رو با عیسی مسیح اعلان میکنه. میگه که او رو با چشمای خودمون دیدیم، بهش نگریستیم، با دستامون او رو لمس کردیم و داره این رابطه رو به ما توصیف میکنه و ادامه میده که حیات ظاهر شد، ما آن را دیده ایم و بران شهادت می دهیم. ما حیات جاودان را به شما اعلان می کنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلان می کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. من می خواهم تأکید کنم روی این کلمه رفاقت که در واقع همون مشارکت هستش، از اون جنس مشارکتی که خود یوحنا با عیسی مسیح داشت. او علاقه‌منده که ما هم این مشارکت رو با عیسی مسیح داشته باشیم در وهله اول و بعد با همدیگه داشته باشیم. این مشارکت به این معنی نیست که 2 نفر با همدیگه یک در واقع گفتگویی دارن، تبادل افکار میکنن، بلکه این رفاقت اون محیطیه و اون در واقع شکلی از مشارکته که حضور خداوند در اونجا هستش و یوحنا میخواد که ما از این نوع رفاقت با خداوند داشته باشیم و با همدیگه داشته باشیم. یوحنا ادامه میده که رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. ما این را به شما مینویسیم تا شادی من کامل گردد. یوحنا که به سینه عیسی مسیح تکیه میزد،
اسرار الهی رو از اونجا میشنید و در این نامه میخواد دل خدا رو به ما نشون بده و وقتی که ما رفاقت داریم با هم دیگه دل خدا رو شاد میکنیم. یوحنا باز اینطور ادامه میده که این است پیامی که از او شنیدیم و به شما اعلان میکنیم. خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. اگر بگوییم با او رفاقت داریم حالان که در تاریکی گام میزنیم، دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. اما اگر در نور گام برداریم، چنان که او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم. اینجا رفاقت با خدا رو و رفاقت با همدیگر رو یوحنا بهش اشاره میکنه و کلید این رفاقت زندگی کردن در نور، یعنی زندگی کردن در تقدس هستش. با زندگی کردن در تقدس و در نور ما میتونیم با خدا رفاقت داشته باشیم و میتونیم با همدیگه رفاقت داشته باشیم و زندگی ما، نوع و روش زندگی ما میتونه که کیفیت رابطه و رفاقت ما رو بالاتر ببره. و آیه بعدی که خیلی زیباست میگه که در چنین زمینه ایست که خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک میسازد. وقتی که ما طریق زندگی در نور رو پی میگیریم و با همدیگه رفاقت داریم، اونجاست که خون عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک میسازه. دوستان شما رو تشویق میکنم و دعای من اینه که شما هم این جنس از رفاقت رو در زندگیتون تجربه کنید و شخصی رو پیدا کنید که باعث برکت و بنای شما باشه و شما برای او. پس بیایید رفاقتی رو ایجاد کنید که از طریق این رفاقت نور خدا بر زندگی شما بتابه و تاریکی های زندگی شما رو روشن کنه. فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و رفاقت با روح القدس با همه شما باشه و بمونه. دوستان امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. پس متوجه شدیم رفاقت یعنی دوستی که همراه با شناخت و صمیمیته. امروز میخوام آیاتی از کلام خدا رو با شما در میون بذارم که شاید بتونه شما رو راهنمایی کنه که با چه کسانی میتونین رفاقت و مشارکت داشته باشین. مزمور 1 اینطور میگه: خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گناهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند، بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه روز در شریعت او تأمل کند. او بسان درختی است نشانده بر کناره جویبار که میوه خیش در موسمش آرد ببار و برگش نیز پژمرده نشود و در هر آنچه کند کامیابد. دوستان برای ارتباط با ما با شماره تلفن و ایمیل زیر تماس حاصل کنید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.